سلام دوستان، من امروز اومدم با یه ویدیوی دیگه از کی بود. ویدیوی امروز ما درباره فوت ناگهانی حسین زمان، خواننده موسیقی پاپ و عکس‌ها و فیلم‌های خاکسپاری ایشونه. متاسفانه حسین زمان، خواننده خوب کشورمون که مدتی بود با سرطان پیشرفته کبد دست و پنجه نرم می‌کرد، درگذشت. ابوذر زمان، فرزند حسین زمان، خبر درگذشت پدرش رو در توییتر منتشر کرد. آقای زمان یکی از خوانندگان شناخته شده پاپ دهه 70 بود که در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی هم ترانه خیابان را در حمایت از معترضان خوند. زینب زمان، دختر اون که از فعالان حقوق زنانه و از اعتراضات به صورت علنی حمایت کرده بود، مدتی بازداشت بود. در ادامه عکس‌ها و فیلم‌هایی رو از مراسم خاکسپاری ایشون می‌بینیم. حسین زمان متولد 18 مرداد سال 1338 در تهران، خواننده و فعال سیاسی بود و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی اصفهانه که فعالیت خودش رو با سیاست آغاز کرده و بعد از اون وارد عرصه خوانندگی شده. در سال 1354 وقتی 16 ساله بوده، فعالیت خودش رو از دبیرستان خوارزمی با پخش اعلامیه و مقالات سیاسی شروع کرده تا اینکه در 18 سالگی در دانشگاه دستگیر شده و اخراج شده. بعد از دستگیری و آزادی سال 1356 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت، اما بعد از 3 سال با اینکه 100 واحد درسی رو گذرونده بود، با شروع جنگ ایران و عراق به وطن بازگشت. سال 1359 وقتی 21 ساله بود به عضویت بسیج در اومد و به جبهه اعزام شد. اون در طول 8 سال در کنار تحصیل تا مقطع فوق لیسانس برای مدتی در معاونت مخابرات نیروی دریایی سپاه در حال انجام خدمت بود. سال 1375 وقتی 37 ساله شده بود، فعالیت خودش رو با هنرمندای دیگه مثل محمد اصفهانی شروع کرد و در سال 1376 اولین آلبوم خودش رو به نام شب دلتنگی منتشر کرد. بعد از سال 1381 که آخرین کنسرت خودش رو برگزاری کرد، دیگه اجازه فعالیت در عرصه موسیقی بهش داده نشد تا اینکه نیروی انتظامی مانع از بلیط فروشی و اجرای اون میشد.
بعد از پیگیری جوابی نگرفت تا اینکه در اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد دوباره برای مجوز به ارشاد رفت که به اون گفتن از بالا دستور دادن مجوز ندیم. این پاسخ در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی هم به اون تکرار شد تا اینکه سال 1397 تونست بعد از 16 سال برای چند تا تک آهنگ مجوز بگیره. اون درباره جلوگیری از تدریسش گفته که 28 سال سابقه تدریس دارم. لیسانس الکترونیک و فوق لیسانس مخابرات دارم. سالهای سال مشغول تحصیل بودم که از سال 1393 امکان تدریس رو هم از من گرفتن. این خواننده در 15 اسفند سال 1359 با همسرش ازدواج کرده که ثمره این زندگی دو فرزنده. ایشون از سال 1381 در جزیره کیش زندگی میکرد. آقای زمان در 3 مرداد سال 1398 بعد از 17 سال دوری از اجرای زنده در مرکز همایش‌های برج میلاد روی صحنه رفت و منتخبی از آثار قدیم و جدید خودش رو اجرا کرد. نکته هیجانی این کنسرت استقبال بی‌نظیر مردم از اون بود. در اولین کنسرت خودش بعد از سالها ممنوعیت قطعه تو نباشی رو خوند و اون رو به پاس سالها همراهی و همدلی دوران سخت گذشته به همسرش تقدیم کرد. گفته که من خودم رو شاگرد علی شریعتی میدونم چون همه کتابهاش رو خوندم. از دوره نوجوانی تحت تأثیر نوشته‌های ایشون بودم و پخش برخی بیانیه‌های دکتر شریعتی در دبیرستان و دانشگاه عامل بازداشتم توسط ساواک بود. آقای زمانی بعد از فوت دردناک مهسا امینی و در حوادث بعد از اون مواضع خیلی تندی رو گرفت و همواره در سمتی ایستاده بود که دیگه اجازه فعالیت هنری تا آخر عمر به اون داده نمی‌شد. متاسفانه ایشون بعد از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان کبد در نهایت در 20 اردیبهشت ماه سال 1402 تسلیم شد و در 63 سالگی درگذشت. روح شاد و یادش گرامی. برای شادی روح این بزرگوار دعا کنید.